سلام میکنم به همه. حسین تویی هستم، خواننده رپ فارسی از تهران. خب من دقیقاً 8 ساله که به صورت حرفه‌ای میخونم و سال 80 تقریبا شروع کردم. البته قبلش هم گوش میدادم به این سبک، حتی اسمش هم نمیدونستم ولی گوش میدادم. من شعرامو همه رو خودم میگم و اینکه محتوای شعرام دوستم در مورد همه سبک‌ها باشه، یعنی از سبک اجتماعی باشه، چه شاد شدن مردم، انرژی دادن بهشون، چه مسائل غمگین شاد، حتی مذهبی من دوست دارم بنویسم و بخونم. ما این سبک رپ رو به نحو دیگه تو فرهنگمون داشتیم و فکر نمی کنم فقط تقلیدی و برگرفته شده از رپ برده های آفریقایی که تو اون زمان برای اعتراض کردن به سختی ها و فشاره که بهشون می اومده این سبک تو خیابونا میخوندن. به نظر من تو فرهنگمون داشتیم، مثلا سبک رجزخونی مولانا شبیه به سبک رپ امروزیه که الان، ولی خب متاسفانه ما از چیزایی که داریم استفاده نمی کنیم و دیگران تو کشورهای دیگه بیشتر استفاده کردن و زودتر اسم رپ رو این سبک موند. توی خب منظورم واقعا این بوده که خالی، یعنی توی یعنی خالی و خالی از کینه و نفرت و بدی‌ها و انرژی‌های منفی. رازی رو من می‌خوام الان فاش کنم که هیچ وقت نگفتم تو هیچ مصاحبه‌ای و تو این مصاحبه به مناسبت ایام عید نوروز 1388 خدمتتون عرض می‌کنم. من خیلی ریاضیم ضعیف بود از بچگی، تو همه درسایی که یعنی می‌خوندم، واقعا هم درس نمی‌خوندم ولی همیشه معدلم خوب می‌شد و رشته‌ام کامپیوتر بوده، نرم افزار، ولی ریاضیم خیلی ضعیف بود، یعنی همیشه یا نمره 10 داشتم یا زیر 10. و اینکه هر وقتم معلم خصوصی، معلمی چیزی میگرفتیم که این ریاضی رو به ما کمک کنه، همیشه تا ریاضی می اومد وسط، خب چون من 8 ساله میخونم اون موقع مدرسه میرفتم دیگه، ولی هر وقت ریاضی می اومد جلو من یاد رپ و موزیک و کلا همه این چیزا میافتادم. سر همین مثلا داشت میگفت نمیدونم مخرج همه مجموعه ها توییه، اینا این چیزا رو داشت میگفت، احتمالاً که من از تویی الگو گرفتم و این منظورا و چیزایی که خودم داشتم روش پیاده کردم. توهی معنیش یعنی خالی و خالی از کینه و نفرت و بدی‌ها و انرژی‌های منفی و منظور من این بوده. من یه آهنگ دارم اسمش بغضه و در مورد بچه‌های بی‌سرپرست و ملعون جسمی و ذهنی خوندمش. و در مقابل آهنگ کلیدو دارم که ویدیوش هم تازه بیرون اومده و استاد عباس بنازاده آهنگسازی این کارو کرده. و اینکه ای بی زد البته مخفف اسمش مینه، شعر و ملودی و کارم از خودمه که سعی کردیم آهنگ متنوعی باشه و بتونیم دلمو قفل کرده و رفته یه جایی خاک کرده، مموری قلبم و قبل رفتنش پاک کرده، نمیدونم اون کی بیوم، چشماش هم عشقی بیوم، ما دو تا آدم بودیم انگار توی کشتی بیوم، اگه اون نیاد یه وقت مرگ دلم صد درصده، حتما این مسئله از هر روز صبح وقتی بلند میشم از خواب تقریبا یه شعر می‌نویسم، ولی خب در مورد موضوع مختلفه. سعی می‌کنم آلبوم در مورد موضوع مختلف باشه، شاد باشه، غمگین باشه، اجتماعی باشه. اصولا شعرهایی که در مورد اجتماع، در مورد مسائلی که خیلی داغه و تاثیرگذاره تو جامعه‌مون بیشتر دوست دارم بنویسم. مثلا یه آهنگ دارم در مورد ایرانه که توی آلبوم جدید هست که به زودی میاد. عید نوروز بوده توی ایران باستان، همه چیو نمیتونم بگم زیاد داستان، برمیگرده به یه قدمت زیاد، واسه همین باعث شده توهی خدمتت بیاد، پس بشینید همه به پای صحبتام تا منم بگم از رسالت و سنتام، مثل سنت هفت سین و سیر و سرکه، سبزه و سمنو و سماق، سیب و سکه، کنارشم شم و شمدونی با ماهی قرمز، با یه پرچم مقدس سبز و سفید و قرمز، واسه اینه که یه وطن پرست بم میگی، حسین توهی خون واسه تون توی جم تیوی. منم به نوبه خودم سال نو رو به همه ایرانی عزیز در سراسر جهان تبریک میگم و امیدوارم سالی پر از موفقیت و سلامت و تندرستی داشته باشیم. تلویزیونی متفاوت
از لندن.